با سلام به دوستان و بینندگان گرامی، امروز با برنامه جزلیج بار دیگر در خدمت شما هستیم. امروز مهمان ما آقای دکتر کریم عبدیان، یکی از فعالین حرکت ملی عرب الاحوازی هستند و در 9 ژوئن اتفاقات بسیار ناگواری در واشنگتن و از طرف فارسهای شاونیزم و راسیسم ایرانی برای ایشون رخ داد. ما به دنبال این حادثه در برابر آقای عبدیان قرار گرفتیم تا با ایشون در این چون و چرای این مسئله را بررسی کنیم. آقای کریم عبدیان چهره آشنایی برای فعالین آذربایجانی هستند و ما همیشه با ایشون مشورت هایی داشتیم و در کنفرانس های مختلف آذربایجانی های ایشون به صورت فعال اشتراک داشتند و حتی ما کنفرانسی که در ترکیه انجام داده بودیم تشکیل داده بودیم ایشون حضور یافتند و نقطه نظرات خودشون رو برای ما گفتند. نقطه نظرات ایشان برای ما سالهای سال است که ما میدانیم و اکنون بدون واسطه میخواهیم از زبان خودشون بشنویم. آقای کریم عبدیان با سلام و خسته نباشید از اینکه در برنامه ما شرکت داشتید، خیلی خیلی متشکرم. و درباره اتفاقات 9 ژوئن، البته قبل از اینکه این حادثه را شما شرح دهیم، یک سلام علیکی با و یک معرفی کوچکی به همشهری های آذربایجانی ما بفرمایید و بعد درباره 9 ژوئن سخنان خود را بفرمایید. من به شما سلام عرض می کنم جناب آقای سلیمانی و به تمام رفقا و برادران و دوستان در آراستیوی و شنوندگان شما. خیلی خیلی خوشحالم، خیلی متشکرم که این فرصت رو به من دادید و مجدداً خیلی افتخار میکنم که در خدمت شما و در خوانندگان در با شما هستم. از موضوع شما تو که فرمودین، من یک فعال سیاسی هستم عرب احوازی، سالها طولانی است که در آمریکا زندگی میکنم. خیلی جوان بودم که به آمدم به عنوان دانشجو در پیش از نزدیک 50 سال پیش، درست 49 سال پیش، و تحصیلاتمو کردم، مهندس هستم. بعد برگشتم به ایران زمان شاه، چند سالی در زندان بودم و بعد به وسیله این رژیم دستگیر شد، زندان شدیم و الان به هر حال در واشنگتن ساکن هستم. و به هر حال اگر بیشتر سوالی دارین من در خدمتون هستم و هر اگر خواستین در مورد این نوع حادثه نوع یا حادثه یا این کنفرانس 9 ژوئن، ولی با همین مقدمه، مگر اینکه فکر میکنین به اصطلاح بینندگان شما اگر پیشینه بیشتری میخوان، من در اختیار شما هستم. خیلی ممنون از توضیحات خوبی که دادین آقای عبدیان. ما این برنامه را 2 قسمت کردیم. قسمت اولش در مورد این کنفرانس 9 ژوئن هست و در قسمت دوم درباره حرکت ملی عرب الاحوازی خواهد بود. حالا سوال ما این است که کنفرانس ژوئن با چه اهدافی تشکیل شده بود و این پشت این اهداف، یعنی تشکیل دهندگان این اهداف چه کسانی بودند؟ بله، به حضرت این که عرض کنم اوائلش روشن نبود. در حقیقت در چند هفته، از چند هفته قبل با ما، من و دوستان عربم و فعالین ترک آذربایجانی، کرد، ترکمن، بلوچ و غیره،
تماس گرفته شد و از ما دعوت شد که در یک کنفرانسی در دانشگاه جورج واشنگتن شهر واشنگتن در شنبه 9 جوان شرکت بکنیم و دعوت به اسم اسامی مختلف شد. آقای دکتر نورزاده صاحب به اصطلاح ایران تلویزیون ایران فردا و رئیس انستیتو ایران عرب و از نامه از آقای شاهرخ میر اسکندری و غیره رسید تحت عنوان ائتلاف اپوزیسیون ایرانی برای گذار از جمهوری اسلامی. بیش از اون هیچ چیزی نبود. به هر حال ما بعد از هفته ها صحبت با دوستان گفتیم که و به ما گفتن که این ائتلافی است که میخواد از همه اپوزیسیون ائتلاف یعنی هدف ائتلاف تشکیل ائتلاف وسیعی از همه اپوزیسیون برای بر ضد رژیم جمهوری اسلامی و گفتن در آمریکا هست و شرایط بین‌المللی و مهمان‌های آمریکایی و خارجی خواهیم داشت و ما هم گفتیم بسیار خوب، ما به عنوان یک نیرویی که ضد جمهوری اسلامی هستیم شرکت میکنیم و من به عنوان یک فعال سیاسی و کسی که صاحب نظر دعوت شده بودم، در این حال من مشاور حقوقی و اصلی یک حزب من هستم، حزب تضامن دموکراتیک، حزب همبستگی دموکراتیک اهواز، و آقای جلیل شرحانی دبیر کل حزب نتونست ویزا بگیره و به من گفت که از جانب حزب ما حزب تضامن دموکراتیک اهواز شرکت بکنن. بعد صحبت شد در کنگره ملیت های ایران فدرال که لابد بینندگانش مواقف هستن، یک ائتلافی است که از 2005 تشکیل شده از تمام احزاب و سازمان‌های منطقه‌ای در ترکیه آذربایجانی، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، لور و غیره. در اونجا هم صحبت شد و دوستان گفتن که ما میاییم و از هر ملتی یک نفر انتخاب شد که بیاد در کنفرانس شرکت بکنه. بعد من به عنوان رئیس کمیسیون روابط خارجی شورای دموکراسی خواهان ایران که آن هم ائتلافی از 13 سازمان های مختلف ملی از جمله سازمان های مترقی و پیشرو فارس، آنها هم به من گفتن که در این کنفرانس شرکت کن و ما را نمایندگی کن. این پیشنه قبلی بود، بیش از اون معلوم نبود، ولی ما صادقانه در حقیقت استراتژی این کنفرانس مشخص نبود که بر چه اساسی خواهد بود. خیلی. اما از پیشینه‌ای که از بعضی از دعوت کنندگان داشتیم معلوم بود که به نظر میرسد که سلطنت طلبان این رو برگزار کرده، که ما گفتیم که بسیار خوب، ما در این شرایط بحرانی در ایران و برای پشتیبانی از مبارزات مردم در داخل کشور و زحمت کشان در داخل کشور حاضریم با هر کس برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران شرکت بکنیم. ما خواسته های خودمون داریم، اختلافاتی هم با سازمان های مختلف داریم، ولی حاضر شدیم مخلصانه شرکت بکنیم و شرکت کردیم و در آن قبل از 9 جون یعنی قبل از شنبه روز جمعه آن عصر آن از ما دعوت شد که در یکی از هتل‌های مجلل واشنگتن ریتز کارتون جمع بشیم و جلسه معارفه‌ای بود که ما رو معرفی کردن. اولین بار میخوام جوابش سوال شما رو بدم آقای سوید، اولین بار که آشنا شدیم با دعوت کنندگان روز جمعه 8 جوان بود، از که ما را در یک این جلسه معارفی در ریتز کارتون دعوت کردن که من بودم، تمام رفقای ما از همونطور که گفتم از سازمان‌های مختلف ترک، عرب، کرد، بلوچ و غیره
و بعد آقای دکتر نوزار اومد از ما تشکر کرد و آقای شاهرخ میراسکندری یکی از دعوت کننده بود و کسانی دیگری که پشت این جریان بودن. فهمیدیم دیگه آقای محسن سازگارا بود، آقای دکتر آهی بود و تعدادی از روشنفکران و آدم های متشخص و سرمایه‌دار سلطنت طلب. بنابراین برای اولین بار فهمیدیم که خب دعوت کنندگان کی هستن و ما از آنها تشکر کردیم و اونجا بود که به من گفتن که به علت اینکه ما تعداد زیادی از سیاستمداران آمریکایی رو دعوت کردیم، شما به زبان انگلیسی صحبت کن و در مورد موازات مردم عرب و چگونه شرکت احزاب شما، سازمان هایی که شما در اصش هستید. و این پیشینه ای بود برای روز شنبه 8 ژوئن که ما رفتیم به دانشگاه جورج واشنگتن که در یک سالن وسیع بود و همه جمع شدیم و لیست بسیار بالا بلندی از سخنرانی ها بود و من یک کلیپی دیدم در سوشال میدیا از من وقتی که صحبت کردم. بعضی از حاضرین را گذاشتن رفتن و از یا خیلی به من اعتراض کردن و تقریبا رئیس و برگزار کنندگان آقای نوریزاده و دیگران تحت فشار بعضی متقیرین میخواستن من تمام کنم و به هر حال اینو به این دلیل میگم که به ما گفتن که این جلسه سریست و اصلا گفتن عکس ممنوعه، اجازه آوردن کامرا ندادن، فقط خود برگزار کنندگان بودن که به اصطلاح تمام ویدیوهای ما از اینها بود. من اینو به این نظر به این دلیل میگم آقای سلیمانی که از این تریبون بگم که خب این دوستان یک کلیپی از من منتشر شده که من تجزیه طلب هستم و من اونجا علنا گفتم. آقای عبدیان به اونجا هم میرسیم، ولی یه سوالی هست، این چگونه به اصطلاح محرمان جلسه محرمانه بود که آقای جوانمردی که یکی از فعالین کرد در مورد اپوزیسیون همیشه یه هفته قبل یه ویدیویی پخش شده بود که ایشون گفته بودن که فعالیت هایی در حال حرکت در جریان در واشنگتن و میخوان یه جلساتی تشکیل بدن؟ بله منم شنیدم. البته من آقای جوانمردی رو در اون روز عصر روز جمعه در ریس کارتون دیدم، حال احوال کردیم و بقیه و آمده بودن. لابد ایشون اطلاع بیشتری دارن. البته ممکنه ایشون از یه نظر درست میگن، من نمیدونم به اصطلاح منظور اینها آقای جوانمردی علی جوان کی بود، ولی واقعیت اینه که جناب آقای سلیمانی تقریبا هر روز چیزهایی هست در واشنگتن. میدونی من اینجا تقریبا اکثر اوقات هفته‌های مختلف دعوت میشم به نشست‌های مختلف، آمریکایی، ایرانی، بعضن سری هست بعدن غیرعلنی هست. ممکنه ایشان در این چون به ظاهرن یک پروسه هست، ظاهرن چندین در این هفته، همین امروز سه شنبه، دیروز دو شنبه، فردا چهارشنبه و پنج شنبه در روز و جلسات مختلفی هست از و بنابراین شرایط منطقه و در آمریکا طوری هست که ایران الان در رأس اخبار هست و من متعجب نیستم که شما گفتن چیزهایی داره میگذره و همونجور هم که دیدیم در تمام جلساتی که من بودم
شخصیت های مختلف آمریکایی از سیاست مداران سابق و جدید، آنهایی که در حکومت هستن و خارج حکومت هستن، آنهایی هستن که سالها در ایران بودن و غیره بودن. بنابراین اینو میخوام بگم که نمیدونم، منم به همین دارم نتیجه میرسم، سری برای یک عده هست که مثلا ما عکس نگیریم، ولی خود ظاهران فیل ویدیوی از من فقط یک مقطع کوچیکی نشون میدن، نه سخنرانی که بعدا اجازه از شما بخواهم. نه، اینجا بحث اینه، آیا شما فعال ملی عربی هستین؟ درسته؟ بله. سوال دیگر، سوال نه، منظورم اینه، اونایی که شرکت کردند، آقای سازگارا، آقای نوریزاد و آقای شاهرخی و همه اینا، افکار و اندیشه های اینها مشخصه، اینها هیچ وقت نسبت به مسائل ملی چه در سطح ایران باشه چه در سطح کشور اینو قبول ندارن. ما حتی من با آقای سازگارا برای شرکت در تلویزیون جناز دعوت کردم، ایشون گفتن که آها این بحث آکادمی که این بحث کتابخانه‌ایه، باید ما بریم بعد تو کتابخانه ها تو جاهای علمی این بحث رو مطرح کنیم. فعلا جامعه ما با یک دیکتاتور مواجه است، با این دیکتاتور اصلا، و در ضمن سلطنت طلبان خودشون معتقد هستند که ما عرب زبانیم، ما ترک زبانیم، ما بلوچ زبانیم. اصلا اونها اعتقادی ندارن که مثلا شما عرب هستین. اونا در اصطلاحاتشون کلمه‌ای که به کار میبرن عرب زبان، ترک زبان، این اصلا موجودیت ما را قبول ندارن. شما چطور در یک جلسه ای که با این شکل و با این محتوا که موجودیت ما را قبول ندارن شما شرکت کردیم؟ بله، سوال کاملا به حق و درستی هست از جانب شما و حتی از دونای از جانب رفقا و دوستان عرب من میشه، به دلیل اینکه من همونطور که عرض کردم در سخنرانیم، من شروع کردم به این که اصولا من عرب هستم، من خودم رو معرفی کردم و گفتم که من به عنوان یک شخصیت عرب و به عنوان به اصطلاح مشاور عالی یک حزب وسیعی که در درون کشور و خارج کشور، حزب تضامن دموکراتیک اهواز که از سال 2003 من افتخار اینکه یکی از مؤسسیشون بودم، گفتم من به نمایندگی از آن هستم، یک، و به نمایندگی از کنگره ملیت‌های ایران فدرال که ائتلافی است از تمام ملیت‌های غیر فارس و از 13 سازمان حزب و شورای دموکراسی خانه ایران که اخیراً تشکیل شده بعد از 3 سال گفتگو، یک ائتلاف وسیع است از تمام نیروهای ترک آذربایجانی، کرد، عرب، بختیاری، بلوچ و فارس، و من به نمایندگی از اینا صحبت کردم. حالا گفتم که همه ما احزاب و سازمان ها اختلافات زیادی در یک چیز مشترک هستیم، با آن به این نتیجه رسیدیم که در ایران هیچ ملتی، هیچ ملیتی، هیچ قومی امکان ندارد به هیچ نوع خوشبختی، دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی برسد مگر اینکه این رژیم سرنگون شود. بنابراین وقتی که ما با این تفکر گفتیم که ما، و من الان توضیح میدم، من پیشینه خیلی وسیعی از ملت عرب دادم که هزار بدونن که چرا ما اینجا شرکت میکنیم. گفتم که ملت عرب در جنوب غرب ایران زندگی میکنه، در سرزمین تاریخی. وقتی ملت عرب گفتین اونا چه نکاسی داشتن؟ خب دوست نداشتن، ولی من منظورم به هر آمریکایی‌ها بودن
و جهان. یعنی در حقیقت آمریکایی ها هم در اون جلسه اشتراک داشتن؟ بله کاملا در تمام ردیف اول دو آمریکایی ها بودن رسی و صحبت ما برای اونها بود که چرا همونطوری که شما به درستی فرمودید ما با این پیشینه تاریخی. و تازه کسی که نمیدونست که خود من در زمان سلطنت شاه و زمانی که خود بعضی این آقایون هزار در اونجا بودم بنده سالها زندان بودم، شکنجه شدم. چرا من و ملت هم شرکت میکنه همونطور که به درستی فرمودید؟ ولی دلیلش این است که عرض کردم، خواستم توضیح بدم که ملت ما در تمام 40 سال جمهوری اسلامی به حاشیه رده شده، عمدن فقیر نگاه داشته شده، مواجه با پاکسازی قومی بوده، نزدیک 500 هزار. یعنی همون سیاستی که رضا شاه، یعنی همون سیاستی که همان کاری که رضا شاه با شیخ خزعل کردن، همان کاری که محمد رضا با مردم اهواز و مردم عرب نشین کردن، همان سیاست رو خمینیسته های امروزی ادامه میدن. در حقیقت اینطور میفرمایید. مرسی. و تازه اینو من گفتم که خب هر حال در این رژیم ما به من اگر ویدیوهای منو پخش بکنن، من به هزار گفتم کی میدونه ما 90% نفت ایران از سرزمین های آبا و اجدادی ما میاد، در این حال ملت ما فقیر هست. و سوال کردم کسی به نظر شما چند درصد از این نفت به خود این مردم تعلق میگیره؟ مثلا 50%، 30%، 10%، و همه گفتن چند درصد؟ گفتم 0%. نه، دودش قسمت این مردم مظلوم عرب اهوازی میشه. بله. و اون ضرر و زیانهای محیط زیستی به مردم بیچاره و مظلوم عرب داده میشه. دقیقاً آقای سلیمانی، و به همین دلیل گفتم ما حاضرین در مبارزه شرکت کنیم. ببینید چه واکنشی این حرفا را که زدین، چه واکنشی به شما نشون داد؟ الان عرض میکنم خیلی خوب، تا اینجا راحت نبودن، ولی حداقل همه گوش میدادن که این ملت در حال مرگ تدریجی است. بنابراین و گفتم و بارها گفتم، این سر و صدا شد، گفتم این شرایط نه فقط تحت جمهوری اسلامی است، عین این شرایط در زمان شاه هم موجود بود. و بارها و بارها تأکید کردم زمان شاه هم هیچ قسمتی از نفع ما داده نمی شد، عرب ستیزی بود و غیره. بنابراین خواستم روشن بکنم که برای جهان آمریکایی‌ها که این آقایون و خانم ها اینجور نیست که بگن فقط جمهوری اسلامی است که ما رو این کار میکنه. ولی آقای سلیمانی ببین، نتیجه هم این بود که دلیلی این که شما سالگی چرا ما شرکت میکنیم با این جمعی که به قول شما همونطور که گفتین اصلا ما رو قبول نداره، اعتراف نمیکنه، برای این که ما گفتیم ما با این دوستان اختلافاتی داریم، ما مطالباتی داریم که الان عرض میکنم چی هست، ولی ما گفتیم اونها حاضریم اونها را فعلا به کنار بگذاریم برای بعدا، همه حول یک پلتفرم، آن هم سرنگونی جمهوری اسلامی، حاضریم با همه کار کنیم. و این هدف من، هدف تمام سازمان های ملت ما این هست. یه سوال پیش میاد، شما از مبارزین سابق رژیم شاه هستین؟ بله. درسته؟ بله. و سالهای سال در زندان شاه بودین. بله. و مورد شکنجه واقع شدین. بله. انقلاب شد، ما حول محور این که دیکتاتوری بره و دور خمینی ما حلقه زدیم و با اون به اصطلاح دست بیعت دادیم. اما نهایتش چی شد؟ نهایتش یک دیکتاتور دیگر رفت، یک دیکتاتور دیگر اومد. ما با توجه به اینکه هیچ پلتفرمی، هیچ برنامه‌ای با اون نداشتیم، این قضیه سر ما آمد. شما که دوره این حالا سلطنت طلب ها
جمع می شویم. حالا شما را نجیم، ما هم خودمون رو هم بجیم، یعنی دوستان و برادران آذربایجانی ما هم می فرمایید اونجا شرکت داشتن. آیا فکر نمی کنید فردا باز کلاه بزرگتر از جمهوری اسلامی سر ما بره؟ حرف میگم بسیار بسیار سوال منطقی است و درست هست، ولی این دو تا تفسیر مختلف داره. تفسیر اولش به درستی میگین و من هم با شما، من خودم در قبل از میدونین من یکی از فعالین کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی بودم در زمان تحصیلات دانشگاه در اوائل 70 میلادی و در بعدن هم رفتم ایران، زندان شدم، فعالانه شرکت کردم در انقلاب خمینی. به درستی دیدم که ملاها نبودن، ماها بودیم، مردمان مختلف ایران بودن، ولی اونها سوار موج شدن. درست میفهمید؟ بنابراین سوال این هست که چرا دوباره این میخواییم اشتباهات تکرار کنیم. ولی ببین، تفسیر اول این است اگر ما به این برسیم، بعد اون چیزیست که رژیم جمهوری اسلامی، یعنی میگه که خب چه با اینها متحد نشد، اینها که اینجوری هستن. ولی مثلا یه تفسیر هست که خب با چپ ها بعضی احزاب، نمیخوام اسم بیارم، شما میدونید احزاب چپ به اصطلاح کمونیست ایرانی با رژیم جمهوری اسلامی همکاری کردن، رفقای ما رو لو دادن، باز هم میکنند. بس با اونها هم نباید همکاری کرد، با این جبهه ملی ها که اصلا میگن که اصلا ایران که عرب نداره، آریای، با اون هم نمیشه هم کار کرد. ببین این ما رو به اونجایی میرسونه که این تشتت رو در اپوزیشن به وجود میاره و برنده اصلی کی؟ جمهوری اسلامی. این یک تفسیر. تفسیر برای ما فرقی نداره، جمهوری اسلامی دیکتاتور باشه یا به اصطلاح سلطنت طلب ها باشه، برای ما فرقی نداره که به دیکتاتور دیگر. اگر نظر شما اینه که مثلا بفرض ما حرفهای من را به آمریکایی ها بجیم و ما همیشه در آمریکا زندگی میکنیم، هر وقت بخوایم اینجا جمهوری اسلامی نیست، حتی با وزیر امور خارجه هم میشه ملاقات کرد، اینجا یک کشور دموکراتیکیه، ما حرفهای خودمونو میتونیم بزنیم، ما میتونیم ارتباط بگیریم، میتونیم جدا از اون خیلی هم بهتر از اونها بدون اینکه ایجاد مزاحمتی برای ما بشه، ما میتونیم حرفهامونو بریم به وزارت امور خارجه در خصوص ایران، اون دفتر ایران چه وجود داره، به اون مراجعه کنیم و حرفهامونو بزنیم. دیگر لزومی نداره که در چنین چیز کنفرانس هایی، در چنین مجمعی ما شرکت کنیم که اونجا مورد تحقیر قرار بگیریم، با حقارت با ما برخورد کنند. خواهش میکنم اون برخوردی که با شما شد، چطور تریبون رو از دست شما گرفتن، اون صحنه را برای بینندگان عزیز ما شرح دهید. بله، این رو تمام بکنم. این تفسیر اول رو بگم، این تفسیر دوم این است من با کمال احترام با این چیز مخالف هستم. ما اون کارهایی که شما کردیم میکنیم، بله، تمام وزارت امور خارجه، تمام تینک تنک ها میرون، ولی در این حال هیچ خوفی، هیچ ترسی از هیچ کس نداریم، فعال سیاسی هستیم، هیچ عبایی نداریم که با سلطنت طلبا بشینیم گوش کنیم حرفا و اونا رو و یک فرصتی بود به نظر ما. فقط بنده نبودم، گفتم ما آقای عبدالله معتدی دبیر کل حزب توده از کردها، آقای پروفسور ضیاءالدین سعد از ترک ها، آقای ناصر بلادهی رئیس حزب مردم بلوچستان، آقای حسین بول، همه اینها بودن، بنده که نبودیم. ببین این خیلی مهمه، ما به اتفاق واکنشی که اونها کردن، اونها به یک دستورالعملی نشون دادن یا نه؟ بله بله بله. ببین ولی ببین، ما روشن بودیم که یه عده اومدن اینجا ما را میخوان به عنوان سربازانی که در اختیار این هستیم، چون که به هر حال شما اگر به کسی میگی من میخوام جمهوری اسلامی رو سرنگون، با چی؟ ما
ملت هایی هستیم، ما نیرو هستیم که روی زمین هستیم که میتونیم این کارو بکنیم. اگر اینها میخواستن ما رو نشون بدن باشه، ما هم حرفای خودمون داریم. ببین، و اینکه من این مسئله فوق العاده مهمه برای فعالیت آذربایجانی، علل خصوص من میگم این طرز تفکر که ما با این و این و این کار نکنیم یعنی 20 سال دیگه جمهوری اسلامی. ولی شما چه ترسی داری؟ کسانی، نیروهای احزابی که در روی زمین موجودن، به ملتشون اعتقاد دارن، چه ترسی داریم؟ فردای جمهوری اسلامی آن کسانی وارد صحنه خواهد شد که آگاهی ملی دارن، سازماندهی دارن، و بنابراین چه خوف. ببین این دو گفتمان دیسکار فوق العاده مهمه. یکی که من بهش معتقدم ما شرکت میکنیم، ما ترسیم، هر کس میخواد، هر سازمانی امروز، همه نمیخوام اسم برم، میگن که ما تنها نیروی هستیم، ولی ما شرکت میکنیم. فردا ما میدونیم کی هستیم، ما کادرهای حزبی خودمون رو، ملت خودمون رو میدونیم که امروز دیگه گذشت. بله، بنده یک مقاله اخیراً در شرق الاسد نوشتم که گفتم که چجور بعد از روزی که 12 بهمن 1979 که شاه سقوط کرد، همه سازمان‌های مختلف، مثلا من رفت ساواک رو گرفتن، فلان رو گرفتن، در خود منطقه عربی ما عرب‌ها نبودن، سازمان‌های فارس بودن. ولی این دیگه تکرار نمیشه. منظورم اینه که باید اعتقاد داشت و رفت به مبارزه، باید کار سیاسی کرد در مناطق خود ما، خود شما، و هیچ ترسی نداشته. اگر سلطنت طلا، ببینین در نهایت هم هر کس در این مبارزه یک چیزی میاره. اگر یک عده در واشنگتن لوبی دارن، بذار بر علیه رژیم استفاده کنن، رژیم هم لوبی داره. اگر اونها میتوانن در هتل های 5 ستاره جای بگیرن، دانشگاه نفوذ دارن، بکنن. بنده که نه کسی به من پول هاپه ما دارن، ولی این آقایون و خانم ها، مردمانی از همه دنیا آمدن پول هاپه ما رو شدن هتل چون بذار جمع بشم. ما حرف خودمون میزنیم. ولی این که شما فرمودین چرا تریبون از من گرفتن، ببینیم بعد از این که من گفتم ما حاضریم، تمام گفتم که این نمایندگان ملت آذربایجان، ترک آذربایجان، کرد، عرب، بلوچ، بختیاری، ترکمن، همه موجود هستن، حاضریم با شما شرکت کنیم، هیچ پیش شرطی هم نداریم. اما اینجا بود، گفتم ما مطالباتی داریم که خواهش میکنم شما گوش بکنیم، و آنها از این قرار است که ما خواستار ایرانی آزاد، دموکراتیک، لائیک، غیر متمرکز و فدرال هستیم، و این حداقل خواست ماست. چرا؟ برای اینکه ما معتقدیم که ایران یک کشور چند ملیته، چند زبانه، چند فرهنگه هست، و هر سیستم حکومتی میبایستی منعکس کننده این نوع، یعنی این به اصطلاح کثرت ملی قومی باشد. بنابراین تجربه بشری در 250 سال گذشته نشون میده که فدرالیسم سیستم حکومتی است که توانسته همه مردمان و ملیت ها را دور هم جمع کنه در این کشور. مثل هند، از آمریکا شروع شد، بعد هند، کانادا، تمام این کشورها، در سوئیس بهترین تجربه بشری هست. این یک. دو، گفتم که ما چیزی که ما دنبالش هستیم، ایرانی نخواهد بود که یک فرهنگ، یک زبان روش مسلط بشه. اینجا بود که بعضی هاشون او کردن و شون. گفتم که آینده ایران، مطمئن باشین، ما نخواهیم گذاشت، آینده ای خواهد بود که در آن و در قانون اساسی آن نوشته شده که زبان فارسی تنها زبان رسمی است. این رو ما قبول نداریم. این یک مسئله است برای آقایون و خانم‌هاشون. گفتم که عدم تمرکز
ما معتقد هستیم که در این کشور یعنی قدرت سیاسی یعنی عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم تمام شرکت کنندگان این حرف رو میزدن نه یا درمتان که ما اومدیم اینجا شاپرست هستیم وطن پرست مانون این فدرالیسم تجزیه طلبیش یه عده به من شروع کردن صحبت کردن و اینجایی که من گفتم که ببین قدرت سیاسی فدرالیسم رو تشریح کردم فدرالیسم یعنی که مشارکت در قدرت سیاسی همه ملیت های ساکن ایران میبایستی در این قدرت سیاسی شریک کنن یعنی قدرت رو از رأس حرم از مرکز باید بدیم در ایالت ها اقلیم ها و این نه فقط به نفع همه مردمان هست و گفتم این تجزیه طلبی نیست ما تجزیه طلب نیستیم اگر بودیم هیچ ترس و وهمی نداریم هیچ ترس و وهمی نداریم بعضی مردمانی میگن یا بابا یه عده نمیشه زیر یه سقف زندگی کرد ما تجربه تلخی داریم خب حقشونه ولی ما نیومدیم اونجا که بگیم ما ایران میخوایم تجزیه بکنیم ما میگیم در کشور ایران امکانش هست مثل هند نمیگن ملت هند شما اصلا شنیدی میگن ملت هند یا ملت سوئیس خیر کشور سوئیس کشور دارای ملت ها ملیت های مختلف هست که حول هم جمع هم هر کس در مناطق خودش استقلال و شبه استقلال و خودمختاری داره و توضیح کردم این رو مخصوصا گفتم آقای سلیمانی چون که یه عده از اینها در آمریکا زندگی میکنن در یک کشور فدرال زندگی میکنن گفتم شما ببینید ما قبل از آمریکا فدرال بودیم آقای عبدیان شما تمام اسناد و مدارک قبل از حکومت پهلوی را شما بررسی کنید نوشته ممالک محروسه ایران چرا مملکت ایران ننوشته خود عرب ها 700 سال 800 سال تششعیان چنین در ترکیب ایران بودن اما به صورت مستقل خودشون اداره می شدن ما در تاریخ عرب ها اینو داریم دقیقا یعنی یک فدرال سنتی بوده است به همین منظور اصولا در همه آقای سلیمانی در همه امپراتوری های دنیا امپراتوری ها مثلا امپراتوری عثمانی نگاه کن ببین این همه سال ها در تمام مناطق خودمختاری بود امپراتوری های مختلف اصولا یک کشور وسیع رو نمیشه به خصوص ایران نه فقط چند ملیتی هست از تمام کشورهای منطقه تکثرش بیشتر است. حداقل 6 ملت ترک، فارس، عرب، بلوچ، کرد و ترکمن و غیره هستن. ببین این تکثر رو به زور سرنیزه نمیتونی دور هم جمع بکنی. عرض کنم که بنابراین من تشریح کردم که ببین ما چیزی که میخواییم در آینده ایران آینده ای خواهد بود که دو سیستم موازی مثل آمریکا در مناطق مختلف خودشون حکومت‌های محلی خودشون دارن انتخابات خودشون رئیس جمهور محلی خودشون دارن پارلمان‌های محلی خودشون حتی به اصطلاح پلیس محلی خودشون رو دارن مثل آمریکا و دو سیستم قانونگذاری مثل آمریکا که یک سنا هست یعنی سنا هست که یعنی مجلس سنا مثلا که این نماینده ملیت ها و قوم ها و اقلیم ها و مختلف هست و یک مجلس شورای ملی هست که اینها همه آحاد مردم همه شهروندان خارج از حتی شرکت میکنن و این ثابت شده امکانش هست امروز هست تمام جهان میپذیره آمریکا و اروپا و چینشون میپذیره مردم ایران میپذیرن چرا؟ ولی ایشون بعضی ها بودن میگفتن نخیر یک ملت یک زبان یک فلان 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 که من میگفتم ببینید شما امروز به آمریکایی ها گفتم اینو مخصوصا بگم گفتم که ببینید اینهایی که در آمریکا زندگی میکنن و مخالف فدرالی هستن ببین در مثلا واشنگتن ایسی بیاد آتش بگیره مثلا پایتخت آمریکا هم 50 تا ایالت هیچ چیز نمیشه دموکراسی هست
آزادی هست، عدالت اجتماعی، دولت ها هستن، مردم هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما گفتیم ما تمام اونهایی که من نمایندگی میکنن ما حاضریم شرکت کنیم، اما دموکراسی یعنی که در سطوح مختلف، یعنی اینکه مردم خودشون امورات خودشون رو بچرخون. آیا این تجدید طلبی است؟ خیر، ما اگر تجدید طلب بودیم اینجا میگفتیم، مینوشتیم چه ترسی داریم. ما که تمام عمرم رو گذاشتیم، بنده هیچ ترسی ندارم اگر تجدید طلب. اول آمریکاییان چه بود آقای عبدیان؟ خیلی موافق بودن، برای همین بود. به نظر من از چطور شد که از شما این جسارت رو کردن تریبون رو گرفتن؟ بله، من میگم که اولا من بیام گوش میکردم، تمام اینها کسایی بودن، بعضی هاشون ایران رو میشناختن و اتفاقا در صحبت هاشون گفتن ایران، مسئله ایران این که بعضی مردم اصلا نمیدونن حکومت مرکزی کیست و چیست و اینا. ببین، بعضی ها جوکی هست، میگن که در بعضی نقاط بلوچستان هنوز به فارسا میدین چی میگن؟ میگن قجر. چرا میگن قجر؟ بعضی ها فکر میکنن هنوز قاجاریه موجود هست، یعنی این که نمیدونن. این به چه معناست؟ برای شما، خوانندگان شما، به این معنای است که ما نه آن تجزیه ایران هستیم، اما به هیچ عنوانی حاضر نیستیم کسایی که 20% 30% مردم هستن بیان بر دیگران حکومت کنن، زبان خودشون رو بر ما تحمیل کنن، فرهنگ خودشون رو تحمیل کنن، تاریخ خودشون رو تحمیل کنن. آیا از شمای ترک آذربایجانی از بنده بپرسین که آیا مگر ما شاعر نداریم؟ مگر شما آذربایجانی شاعر و نویسنده نداریم؟ ما داریم، بلوچ ها دارن، ترک ها دارن، ترکمن ها دارن، کرد ها دارن. آیا اینها شما یک دانش آموز فارس رو پیدا میکنین که سه تا نویسنده یا شاعر ترک اسم ببره؟ چرا؟ برای اینکه در مدارس تدریس نمیشه. بنده عرب فی البداهه 50 تا نویسنده فارس ایرانی رو براتون میگم. این اجحافه. این اصلا تاریخ ما کاملا تحریف شده. شما بررسی کنین تاریخ قاجار رو، تاریخ صفوی ها را، تاریخ چطور برای ما اونا را تقدیم میکنن؟ به هر حال هیچ یک از یعنی بعد از دوران دوران آقای رضا شاه که به حکومت رسید، قبل از اون انگلیس ها مستشرقین غربی همشون در چه عربستان که الان در ترکیب ایران، عرب الاهوازی، چه در میان بلوچ‌ها، چه این مستشرقین کاملا اومدن و بس یک فرهنگ سازی کردن و یک اون فرهنگ های ما را بررسی کردن و از خودشون یه چیزهای یه تزی دادن و بر اساس اون تز، یعنی از دوران قاجار بر اساس اون تز اومد. و رضا شاه یگانه کسی بود که تمام اقوام و ملت های ایرانی را سرکوب کرد. شما بلوچ‌ها را، شما اهواز و شما آذربایجان و جنبش شیخ محمد خیابانی را، شما جنبش شیخ خزعل و جنبش تنصیر و و و و و و. اینها نشون میده که اینا هیچ وقت موجودیت ما را قبول نداشتند و نخواهند داشت و ما باید یک راهکار دیگری به کار ببریم. اون راهکار را به نظر شما چی مونده باشه؟ آره بسیار خوب. بله، باید ببین در ایران ما زندگی میکنیم، شما ترک ها زندگی میکنن، ترک های آذربایجانی، عرب ها، ولی فارس هم زندگی میکنن. این ما ضد فارس نیستیم، برخلاف این شوبینیس ها ما ضد هیچ کس نیستیم. ما آدم های اونها هستن که واقعا مردمان رو باهاش رندن. بنابراین ما باید سیستم حکومتی پیشنهاد بکنیم که مورد قبول همه باشه. نمیتونی همینطور که اونها
عرب ها رو به هاشی رندن، ماها نمیخواهیم که فارس ها رو مثل اونها. ما مخالف فارس ها نیستیم، ولی یک شکاف عمیق فرهنگی اجتماعی در میان ما به وجود اومده. متاسفانه این از طرف حاکمان و قدرتمندان بر ما تحمیل شده، ما این کار رو نکردیم. این بنیادهای مختلفی که مثلا به راه انداختن این حاکمیت ها، چه در دوران شاه و چه در دوران ما حالا برای ما خمینیزم در حقیقت با پهلوی ها با سلطنت طلبان چه فرقی داره؟ ما آیا یعنی اما در حال یه تضادی به وجود اومده. من میخوام یه سوال دیگری از شما بپرسم آقای عبدیان. اینه، اخیرا رضا پهلوی، شاید در اخبار شما بشنوید، رضا پهلوی برای سفارت آذربایجان برای یکصدومین سال بزرگداشت، یکصدومین سال تشکیل جمهوری آذربایجان به دست محمد امین رسولزاده رفته شرکت کرده. خیلی جالبه، تا به حال به آذربایجان میگفتن آران، این اپوزیسیون، میگفتن آذربایجان شمال، روز میخوام ایران شمالی. حالا چه دلیلی داره که رضا پهلوی با این همه دشمنی که داشته یک شبه تغییر عقیده میده به سفارت آذربایجان برای بزرگداشت آذربایجانیان، و در همون شب هم در تبریز چیز میشه، تراکت های رضا پهلوی را پخش میکنن؟ شما این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ این تضاد رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ از یک طرف دشمنی با مردم ترک، از یک طرف دشمنی با مردم عرب، از یک طرف هم دشمنی به هر حال وارد شدن به سفارت یک کشوری که اصلا اونو رسماً به موجودیتشو قبول نداره، اصلا ملت ترک موجودیتشو قبول نداره. بله ببین، درست میفهمم، ولی این سیاست آقای سلیمانه، این رو، این هیچ فرقی نداره که منی، همونطور که به شما به درستی گفتین که من و ملت و این رژیم جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی دست کیاست؟ فارس هاست. شاه زمان شاه دست فارس ها ما را این چنان کردن. ولی من میرم در جلسه سلطنت ها برای این که اهداف عالی تری داریم، و اون که هدف اصلی ما الان سقوط جمهوری اسلامی است و این آقای رضا شاه. بله، من خود من رو آقای رضا پهلوی در منزلش برا دعوت کرده است. خب من به ایشون گفتم که پدر شما منو زندان کرد، حبس کرد، شکنجه کرد، به شما چه؟ ولی ما میتونیم به مشترکاتی داریم، دشمنان مشترکی داریم. دلیل این که شما میبینید، خب یک ایشانی با یک سیاستمدار فکر میکند مثلا امروز تضادش مثلا اینطوری هست که با دولت آذربایجان شمالی، آذربایجان به هر حال با نفوذی که ملت آذربایجان در ایران دارن، ایشون میدونه که از هر نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یک وزنه عظیمی هست ملت آذربایجان در ایران، و میخواد اون رو کسب کنه. میخوان آذربایجانی رو، به نظر من تقریبا میخواد آذربایجانی ها رو که به طرف سلطنت بکشه. خب حقشه، همونطور که من و شما داریم میگیم که به کسی که به ما زمان سلطنت ما را اینگونه کرد، چجوری میشه اطمینان کرد؟ میدونی آیا مثلا به حکومت جمهوری اسلامی که 40 سال کاری نکرده امروز میگی که ما نمیدونم خاتمی رو میارن، روحانی رو میارن، فلان رو میارن؟ ما میگیم که اینها به اصلا آزمایشش رو پس دارن. بنابراین این به نظر من با کمال احترام مهم نیست، برای اینکه اون کار خودشو میکنه. ما شما باید به ملت آذربایجان بگید که اگر ایشان
کاری بود بیاد روشن بگه آیا ملت آذربایجان آیا در مورد زبان مثلا زبان مادری بگه که چرا زبان مادری زمان رضا شاه پدرش اینا ملت آذربایجان حق نداشت زبان مادری بود، چرا امروز در جمهوری اسلامی زبان مادری ترکی ممنوع؟ اگر موضع گرفت، اگر موضع گرفت در مورد خشکاندن دریاچه ارومیه، این رو باید در مخمسی بذارین که آیا شما آینده ایران رو همونطوری که من سوال کردم، شما آینده ایران رو یک حکومت متمرکز میبونید همونطوری که پدرت داشت و جمهوری اسلامی، و معتقد هستین که ایران یک کشور چند ملیتی است، چند زبان است، چند فرهنگی است؟ این رو باید مطرح بکنی که نه آیا به شما مشخصا با توجه به اینکه برنامه ما هم در حال اتمامه، آیا مشخصا شما جواب دادم؟ میخوام از این فرصت استفاده کنم، از این تریبون تغییر اسامی رو گفتم. من یه چیز رو بگم که همه ایرانی ها، فارس ها، غیر فارس ها بدونن که ما گفتیم که ما امروز حاضریم اختلافاتمون رو کنار بذاریم و در مجلس مؤسسان همه بیان، همه احزاب، همه قدرت ها، کی چه قدرتی داره اونجاست که اعمال میکنه. یک دوم مسئله تغییر اسامی. بله ببینین، چیزی که مردم ترک آذربایجان نمیدونن این هست که اگر در ایران کردستان هست، یعنی محل سکونت کردها، لرستان هست محل سکونت کرد، ترکستان و بلوچستان هست، عربستان هم بود برای 600 سال از 1503 زمان صفویه، امروزی که خوزستان مینامن عربستان بود، 1936 رضا شاه این رو به دلیل عرب ستیزی خوزستان کرد. این یک. میخوام بگم که اینهایی که مثلا زمان بعد از انقلاب، شما میدونید تحت فشار ملت آذربایجان، مگر ارومیه اسمش چی بود؟ مگر اسم ارومیه زمان شاه رضاییه نبود؟ تحت فشار ملت آذربایجان کردن ارومیه، درسته؟ همون موقع ما مطرح کردیم به جمهوری اسلامی، ما هم محمری که نه فقط اسم خرمشهر، اسم تحمیلی است، محمره پایتخت حکومت شیخ خزعل بوده، پایتخت قبل از زمان مشعشعیان حویزه بوده، بعدش محمره شده، تمام دنیا محمره رو میشناسن. چرا محمره رو به خرمشهر تبدیل نکنیم؟ چرا رضاییه رو به ارومیه تبدیل کردن؟ چرا فکر میکنین؟ عذر میخوام، یه سوال کوچیکی، از آذربایجانی ها چه کسانی شرکت کرده بودن؟ آیا میتونید کسی ها سردین برطاوی به عنوان سخنگو بیاید دمونسان؟ تنها آقای زیاست بودن؟ بله. آخر برنامه است، دیگر ما فقط یک دقیقه دو دقیقه در پیام خودتون به مردم بگین تا بخش دوم برنامه را شروع کنیم. پیام من این هست که مردم باید تضاد اصلی رو بدونن. امروز جمهوری اسلامی سعی میکنه به اصطلاح بین اپوزیسیون ایرانی به اصطلاح اختلاف بندازه، به نفعش هست. مردم، ملت ترکیه آذربایجان، ملت همه فارس ها، کرد ها، ببینیم وجود حکومت جمهوری اسلامی به نظر من برای چرسن نه به دلیل قوتش هست، به دلیل قوتش نیست، فاسد ایدئولوژی که ضد زن، ضد عرب، ضد ترزه. چرا پاورجاست؟ دلیل وجود اون ضعف اپوزیسیونه. بنابراین امروزی که شرایط بین المللی محساس، امروز که ایران با این ماجراجویی نه فقط دشمن ملیت‌های مختلف ایرانی در ایران هست، بلکه ملت
دشمن ملت سوریه است که با پشتیبانی از بشار الاسد دیکتاتور 500,000 سوری رو کشته. جمهوری اسلامی امروز دشمن ملت عراق هست که عراق رو به عنوان یک مستعمره کرده. جمهوری اسلامی و دشمن ملت یمن هست که با حوثی ها رو موشک داده که مردم رو بزنن. دشمن ملت لبنان هست که حزب الله در داخل کشور گذاشته. بنابراین امروز جمهوری اسلامی دشمن ملت مردم خودش، دشمن ملت های منطقه و دشمن ثبات و آزادی در جهان هست. بنابراین این فرصت تاریخی است که میباید اختلاف ها را کنار گذاشت. باید دید که امروز چه راهی برای متحد شدن در داخل و خارج، برای اسقاط این حکومتی که براستی 40 سال هست مردم رو در حال مرگ تدریجی دارن زندگی میکنن، تا کی؟ امروز باید شجاع باشن و ما در خارج کشور حاضریم صدای آزادی خواهانه مردم و جنبش های امروز رو به دنیا برسونیم. از این تریبون من میخوام به مردم بگم که ببینید ایران به راحتی کشور بزرگی هست. شما فکر کنید که آذربایجانی ها بلندشن در آذربایجان، در این حال ملت بلوچ بلندشه، ملت عرب، ملت کرد، ترکمن، شیراز، اصفهان. آیا حکومت جمهوری اسلامی میتواند در این کشور وسیع همه رو قلقون بکنند؟ نه از نظر نظامی قدرش دارد و نه از شوروی سابق قوی تر است. این رو باید خیلی ممنون آقای دکتر کریم عبدیان در برنامه ما شرکت کرده این واقعا از شما تشکر می کنم. اما در خاتمه باید عرض کنم که ما در پی اتحاد با کل اپوزیسیون هستیم و نه دشمن مردم فارس، نه مردم دیگر موجود در ایران، بلکه این راسیسم فارس، شوونیسم فارس هستند که هیچ وقت موجودیت ما را به رسمیت نمیشناسند و در این مرحله است که ما ماندیم که چه راهکاری باید به کار گیریم تا بتوانیم از این بحرانی که ما بین اپوزیسیون و ما به وجود آمده عبور کنیم. ما علاقه زیادی داریم به حل این مسئله. ما به عنوان یک مردمی دموکراتیک، مردم ملل ایرانی، مردمی هستند که در طول تاریخ ثابت کردند که برادر هم دیگر هستند. وقتی شیخ خزعل به ستارخان و به مشروطه خواهان پیشنهاد میکنند که شما ما طرفدار آزادی هستیم، ما طرفدار مشروطیت هستیم و میخواهیم، علاقه داریم به شما کمک کنیم، و یا حتی به احمد شاه شیخ خزعل پیشنهاد میکنند که شما برگردید و ما برای حکومت شما میجنگیم و از شما حمایت میکنیم. این برابری و اخوت همیشه در میان ملل ایرانی وجود داشته و باز هم وجود خواهد داشت و ما به عنوان یک برادر از شما تشکر میکنیم، از مردم عرب تشکر میکنیم و برای پیروزی مردم عرب دعا میکنیم و همیشه در کنارشون خواهیم بود و انشاءالله به امید پیروزی این ملل، به امید دیدار در مملکتمون، در کشورمون. آقای عبدیان، برنامه را، بخش اول برنامه را به پایان میرسانم و امیدوارم دوستان به بخش دوم برنامه ما بپیوندن. خیلی ممنون. متشکرم.